آیت الله جوادی آملی گفت دینداری مردم فقیر مشکل است. تا لحظاتی دیگر همراه ما باشید با این بخش خبری از رسا. با اخبار سه‌شنبه 14 تیر ماه از رسانه سبز ایران همراه شما هستیم و اما مهمترین عناوین این بخش خبری: بازدید 12 نیروی اطلاعاتی و امنیتی از بند 350 زندان اوین و برگزاری مراسم ترحیم صدوقی روز چهارشنبه در تهران. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار سه‌شنبه 14 تیر ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم و میلاد امام حسین علیکم السلام رو، سید جوانان اهل بهشت رو تبریک و تهنیت میگم. خبرهای امشب رو با خبری از آیت الله جوادی آملی آغاز میکنیم. آیت الله جوادی آملی گفت دینداری ملت فقیر مشکل است. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی با بیان اینکه منظور از نان همان بحث‌های اقتصادی است که مال مردم است اظهار داشت: بین مردم و اقتصاد فاصله نیندازید، زیرا دینداری آن ملتی که با اقتصاد و مالش فاصله داشته و فقیر باشد مشکل است. آیت الله جوادی آملی در ادامه افسود: بیت المال مسلمین مال کسی نیست، آنکه والی مسلمین است باید این را تحصیل و به عنوان خدمتگزار اسلام حفظ کرده و عادلانه توزیع کند. این مفسر قرآن کریم تصریح کرد اموال مملکت به منزله خون آن مملکت است و باید در این مدار دایره بگردد که همه اعضای این مملکت زنده باشند نه فلج. گروهی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در اقدامی غیر متعارف از بند 350 زندان اوین بازدید کردند. بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، روز دوشنبه 12 تن از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در بند 350 زندان اوین که بزرگترین بند زندانیان سیاسی کشور محسوب می شود حضور یافتند و از بخش‌های مختلف این بند بازدید کردند. هنوز دلیل این بازدید مشخص نیست و زندانیان نمی دانند آیا طبق گفته های قبلی مسئولان این ماموران امنیتی قصد استقرار دائمی در این بند را دارند یا نیت دیگری از این بازدید را داشتند. پیش از این مسئولان قضایی و امنیتی اعلام کرده بودند که قصد دارند نیروهای امنیتی را در این بند ساکن کنند تا آنها از نزدیک وضعیت این بند و رفتار زندانیان سیاسی را کنترل کنند. از چند ماه پیش هم یک اتاق ویژه استقرار نیروهای امنیتی در بند 350 ایجاد شده است. این در حالی است که زندانیان معتقدند در صورت استقرار این نیروها در داخل بند، زندان جدیدی در بند 350 زندان اوین برای زندانیان ساخته خواهد شد. در حال حاضر نیز زندانیان این بند زندان اوین در شرایط کاملا امنیتی به سر میبرند، تا جایی که در همه قسمت‌های این بند و حتی دستشویی‌ها و حمام این بند نیز دوربین‌های مداربسته نصب شده است. همچنین تلفن‌های این بند کاملا قطع شده و اغلب زندانیان تنها یک بار در هفته و آن هم از پشت شیشه‌های قطور ملاقات کابینی حق دارند خانواده‌هایشان را ملاقات و توسط گوشی تلفن با آنها صحبت کنند. به تازگی بر روی گوشی‌های تلفن این کابین‌ها نیز یک شاسی وصل شده است که زندانی در حین صحبت باید دست خود را روی آن بگذارد تا صدایش به ملاقات کننده‌اش برسد. خانواده‌ها معتقدند این شاسی هم به منظور شنود مکالمات بر این دستگاه طراحی شده است. همکنون 180 زندانی سیاسی که اغلب آنها از حامیان جنبش سبز هستند در بند 350 زندان اوین نگهداری می شوند. مجلس ترحیم مرحوم محمد علی صدوقی امام جمعه فقید یزد و از فعالان جریان اصلاحات روز چهارشنبه 15 تیر ماه در تهران برگزار می گردد. خبرگزاری فارس اعلام کرده که این مراسم به دعوت شورای سیاستگزاری ائمه جامعه کشور و خانواده آن مرحوم چهارشنبه از ساعت 6 الی 7:30 عصر برگزار می‌گردد.
گفتنی است در جریان مراسم بزرگداشت محمد علی صدوقی از معاونین رئیس دولت اصلاحات که با حضور سید محمد خاتمی، جمعی از فعالان جنبش اصلاحات و همچنین نوادگان آیت الله خمینی در یزد برگزار شد، گروهی از لباس شخصی ها با مردم درگیر شدند. به گزارش جرس در مراسم فوق گروهی از مردم شعار درود بر خاتمی سر می دادند که ناگهان عده‌ای از بسیجیان و لباس شخصی ها شعار مرگ بر منافق سر داده و به ضرب و شتم مردم پرداختند که به مداخله نیروهای انتظامی انجامید. در ادامه پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت این مرحوم، آیات عظام اسدالله بیات زنجانی، یوسف ثانی و علی محمد دستغیب نیز طی پیام های جداگانه خطاب به خانواده و بازماندگان آن مرحوم ضمن تجلیل از مقام و عملکرد وی برای آن خانواده طلب صبر و برای مرحوم صدوقی طلب آمرزش نمودند. همچنین سید مصطفی تایزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در زندان اوین به سر می‌برد، در پیامی خطاب به محمد صدوقی در گذشت پدرش محمد علی صدوقی امام جمعه یزد را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: خبر درگذشت پدر بزرگواران حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد علی صدوقی موجب اندوه بسیار این جانب در تنهایی و غربت زندان گردید. آن مرحوم وارث شایسته‌ای برای جایگاه رفیع پدرش، پدر شهیدش آیت الله صدوقی و آیت الله سید روح الله خاتمی در امامت جمعه شهر یزد و قلوب مؤمنین آن خطه بود. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران نیز با صدور بیانیه زایه درگذشت مرحوم محمد علی صدوقی را تسلیت گفتند. همچنین مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در پیامی به سید محمد خاتمی درگذشت آن مرحوم را به وی تسلیت گفتند. یک روز انتخابات، دو سال بحران. هنوز رأی‌ها را نشمرده بودند. بازداشت‌ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره‌های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی می گوید که در زندان ها مقاومت می کنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. در این بخش با اخبار کوتاه همراه شما هستیم. مردم سبز قدردان هنرمندان سبز خود هستند. در مراسم بزرگداشت محمد نوری، زمانی که مجری از بزرگان موسیقی ایران یاد می کرد، وقتی نام محمد رضا شجریان را برد، تمام سالن یک پارچه او را تشویق کردند و تا دقایقی هزار در سالن به صورت ممتد استاد آواز ایران را تشویق می‌کردند. همچنین بنابر این گزارش، حضور یکباره جعفر پناهی که در میان برنامه وارد تالار وحدت شد نیز با تشویق بی‌نظیر مردم همراه شد، به طوری که عده یکپارچه او را صدا می‌زدند. حسن یونسی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی که در اسفند ماه سال گذشته برای 2 ماه بازداشت شده بود، پس از تایید حکمش در دادگاه تجدید نظر برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان احضار شد. این رأی به رغم نظر اولیه قضات دادگاه و در اثر فشار برخی محافل امنیتی و قضایی مورد تایید قرار گرفته است. این وکیل دادگستری و فعال سیاسی به 1 سال حبس تعزیری و 6 میلیون جریمه نقدی بدل از 2 سال حبس و 5 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. حسن یونسی فرزند علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت ورود بانوان به چایخانه ها و قهوه خانه هایی که با قلیان از مشتریان خود پذیرایی می کنند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سردار حسین ساجدینیا گفت بر این اساس و طی هماهنگی صورت گرفته با صنف قهوه خانه ها و مرجع قضایی، ورود بانوان به قهوه خانه هایی که با قلیان از مشتریان خود پذیرایی می کنند از 20 تیر ماه سال جاری ممنوع است.
وی تأکید کرد بدیهی است ماموران پلیس از تاریخ یاد شده برابر اعلام قبلی با قهوه‌خانه‌های متخلف برخورد و آنها را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. المیرا فرح واضحان، زندانی سیاسی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود، در وضعیت جسمی نامساعدی به سر می‌برد. به گزارش تلویزیون رسا، مدتی است که دو غده در پاهای وی ایجاد شده که خطرناک به نظر می‌رسد، اما ماموران زندان از انتقال وی به بیمارستان امتناع می‌کنند. وی همچنین از مشکلات دیگر جسمی نیز رنج می‌برد که علی‌رغم درخواست‌های مکرر خانواده و خودش به آن بی‌اعتنایی می‌شود. بر اساس اخباری که از بند زنان زندان اوین آمده، این زندانی سیاسی عملاً تحرک خود را از دست داده است. مهدی حسین زاده، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی که به یک سال زندان محکوم شده بود، پس از طی کردن دوران محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. حسین زاده که مسئول اتاق فکر هاشمی در انتخابات سال 84 بود، به همین دلیل بعد از انتخابات 88 به مدت 7 ماه در بند بود و با بسیغه در بهمن ماه 88 آزاد شد. همچنین پروین جوادزاده، وبلاگ‌نویس و شهروند خبرنگار، روز دوشنبه با پایان دوره محکومیتش از زندان اوین آزاد شد. این وبلاگ‌نویس زمان طولانی از حبس خود را در بند متادون زندان اوین که محل نگهداری معتادین به مواد مخدر است گذرانده است. وی از حق استفاده از هواخوری، ملاقات حضوری و تماس تلفنی در این مدت محروم بود. در پی تداوم اعتصاب قضایی کمال شریفی، فعال سیاسی کرد در زندان میناب، پدر این زندانی سیاسی تبعیدی از وضعیت وخیم پسرش و برخورد بسیار بد قاضی با وی سخن گفت. با یزید شریفی، پدر کمال شریفی، زندانی کردی که بیش از یک ماه است در زندان میناب دست به اعتصاب قضا زده، طی مصاحبه‌ای با بخش فارسی بی بی سی اعلام کرد حوالی ظهر روز دوشنبه یکی از دوستانش زنگ زد و گفت حال پسرم خیلی بد است. کمال شریفی به دلیل شرایط نامناسب زندانی میناب دست به اعتصاب قضا زده و به گفته خانواده‌اش نزدیک به 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. کیارش کامرانی و ارسلان ابدی، دو تن از فعالین دانشجویی، روز گذشته با پایان یافتن دوران مرخصیشون به زندان اوین بازگشتند. به گزارش تحول سبز، این دو فعال سیاسی که در تاریخ اول تیر ماه به مرخصی آمده بودند، روز گذشته برای سپری کردن دوران محکومیتشان به زندان بازگشتند. ارسلان ابدی از بازداشت شدگان عاشورای خونین 88 میباشد که به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است. این فعال دانشجویی در روز عاشورا پیش از بروز هر نوع درگیری و حتی شکل گرفتن تجمعی دستگیر شده بود. همچنین کیارش کامرانی نیز به 6 سال حبس تعزیری و 4 میلیون یا جریمه نقدی محکوم شده است. وی پس از سپری کردن 10 ماه از حبس خود به مرخصی آمده بود. تلاش برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای از پایتخت و شهرهای بزرگ کشور به شهرستان‌ها و روستاهای کردنشین هم رسید. هرانا خبر داده است که در تداوم جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره در شهرهای مختلف، نیروی انتظامی در طی روزهای گذشته اقدام به جمع‌آوری گسترده دیش‌ها و تجهیزات دریافت برنامه‌های ماهواره در سطح شهر و روستاهای مناطق کردنشین نموده است. شماری از عکاسان مطبوعاتی ایران ضمن انتقاد و بیخبری از فقدان اطلاع رسانی حکومت ایران در خصوص مریم مجد، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی شدند. به گزارش وبگاه انجمن زنان دربند، 32 عکاس مطبوعاتی با امضای این بیانیه خواهان روشن شدن تکلیف مجد شدند و در بیانیه خود آوردند. اگرچه خبر بازداشت مریم مجد تا لحظه نوشتن این نامه از سوی مراجع رسمی به صراحت تایید نشده، اما برخوردهای غیرقانونی با برخی فعالان رسانه‌ای که رویه‌ای با سابقه در کشور ما است، نگرانی جدی از برخورد با این عکاس جوان مطبوعاتی را باعث شده است. محمد رضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، اعلام کرد وضعیت اقتصادی 70% مردم ایران به خاطر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری مه، او همچنین گفته است میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم کاهش پیدا نخواهد کرد. کارگران تبد قزوین 6 ماه حقوق معوقه دارند. عباس کشاورز معتمدی گفت فعالیت این کارخانه به دلیل آنچه که مشکل کمبود نقدینگی نامیده می شود
تعطیل شده و مطابق آن بیش از